زوزه های امام جمعه خامنه ای در تهران، از بحران مرگبار در رأس حاکمیت آخوندی، لیست گذاری حزب و شیطان و حمایت های بین المللی از مجاهدین. شما به تروریست های ایران منافقین پناه میدید و از در همه جا از این جریان حمایت میکنید. اون وقت یک گروهی که شأن دفاعی داره و پیشرفت لبنان، استقلال لبنان، در راه باز کردن برای ملت‌های دیگر در جهت دفاع از حقوق حقی خودشون، حزب الله را در این امر به این عنوان یاد میکنید. ما این امر را محکوم میکنیم. اینجا من بین پرانتز از روی دلسوزی و قربتن الله به رئیس جمهور منتخب یک درخواست و تقاضا دارم. خدا نیاره اون روز را که گرفتار قفلتی بشود دولت ما، وزیر علومی یا رؤسای دانشگاه هایی که احیانا بوی فتنه میدن، یا اینکه خدای نخواسته جریانات سکولاری رو به عنوان حاشیه تو دانشگاه ها ببرن و تمرکز علمی و فرهنگی رو از فضای دانشگاه های ما کمرنگ کنن. این رو خدا و شهدا و امام و رهبری و امت و خود ما توقع به جایی است که از رئیس جمهور محترم منتخب داریم و خواهیم داشت. جنگ گرگ‌ها بر سر کابینه آخوند روحانی، رفسنجانی، شرایط کنونی بدترین شرایط است. تلاش باند خامنه‌ای در مجلس رژیم برای ممانعت از حضور رفسنجانی در مراسم تحلیف روحانی. در آستانه روی کار آمدن آخوند حسن روحانی، جنگ گرگ‌ها بر سر کابینه جدید و بحران‌های کنونی رژیم بالا گرفته است. در حالی که خامنه ای و باند وی تلاش می کنند از دستاوردهای کابینه احمدی نژاد تعریف و تمجید و اوضاع را رو به راه توصیف کنند، رفسنجانی شرایط کنونی رژیم را بدترین شرایط توصیف کرد و در دیدار با کارکنان مجمع تشخیص مصلحت رژیم، اقدامات خامنه ای و باند او برای مانع تراشی بر سر راه دولت روحانی را گناهی نابخشودنی دانست. وی تنگناهایی که رژیم را احاطه کرده تنگناهای خود ساخته خواند و گفت منافع هیچ باند، حزب و فردی نمیتواند موازی منافع انقلاب باشد، اما بعضی ها این مصلحت اقوا را نادیده میگیرند. از سوی دیگر به دنبال زمزمه های حضور رفسنجانی در مراسم تحلیف آخوند روحانی، آخوند حسینیان نماینده مجلس رژیم از باند خامنه ای گفت نباید مطرح شود کسانی که جزو سران فتنه بودند و هنوز هم از فتنه اعلام براءت نکردند در این جلسه حضور خواهند داشت. وی افزود مسئولیت برگزاری این جلسه با مجلس شورای اسلامی است و اینکه چه کسانی در مراسم تحلیف حضور داشته باشند و یا چه کسانی به این مراسم نیایند به نظر مجلس بستگی دارد. آخوند حسینیان تأکید کرد ما نباید فتنه را فراموش کنیم و هیئت رئیسه مجلس هم باید این دو نکته را لحاظ کنند، چرا که کسانی که تعلیق غنی‌سازی را به ما تحمیل کردند نباید در مجلس حضور پیدا کنند و مطمئن باشید اگر این افراد در مجلس حاضر شوند مجلس حزب اللهی واکنش نشان می‌دهد. شرط و شروط باند ولی فقیه ارتجاع برای تایید کابینه روحانی در مجلس رژیم: تبعیت از رهنمودهای مقام رهبری و عدم جانبداری از فتنه‌گران. به دنبال مذاکرات پاسدار لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع و حداد عادل رئیس باندهای وابسته ولی فقیه ارتجاع در مجلس رژیم، آنها برای تایید وزرای آخوند روحانی شرط و شروط گذاشتند
که از جمله عبارتند از: یک، اعتقاد راسخ به مبانی انقلاب اسلامی و پیروی عملی از خمینی در سیاست داخلی و خارجی کشور. دو، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و تبعیت از رهنمودهای مقام رهبری. سه، فعال نبودن در فتنه و عدم جانبداری از فتنه‌گران. همچنین شماری از عناصر وابسته ولی فقیه ارتجا تحت عنوان استاد دانشگاه طی نامه‌ای به آخوند روحانی به تهدید و خط نشان کشیدن برای او پرداختند و نوشتند: در صورتی که مدیریت این دستگاه بسیار مهم و راهبردی به فرد، گروه و یا طیف حاشیه‌ساز واگذار گردد، بستری برای فتنه‌گری فتنه‌گران فراهم خواهد شد که در این صورت نیز نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها به مقابله خواهند پرداخت و تشنج و درگیری به فضای جامعه کشیده خواهد شد. واکنش اعتراضی باند رقیب در مجلس آخوندی. هنوز دولت شروع نشده بر طبل پیش داوری و ساز مخالفت میکوبند و امضا جمع میکنند. کشور در شرایطی قرار دارد که وقت برای چالش های بیفایده نیست. تذکر از بار و فعن نزدیک به برخی همکاران که هنوز دولت شروع نشده بر طبل پیش داوری و ساز مخالفت میکوبند. از دوستانی که این روزها در مجلس را افتادن و امضا جمع میکنند خواهش میکنم دست بردارم. دعوت علی مطهری از باند خامنه‌ای برای غلط کردم گویی از اشغال سفارت انگلیس و روی آوردن به اعتدال و تدبیر. علی مطهری نماینده مجلس رژیم از تهران در مقابله با اظهارات ولی فقیه ارتجاع که در دیدار با مقامات رژیم گفته بود نسبت به مذاکرات با کشورهای غربی خوشبین نیست گفت: اعتدال در سیاست خارجی به معنای استفاده از فرصتها و افراط در این حوزه به معنای نگاه پیش داورانه و همراه با سوء ظن به رفتار طرف مقابل و در نتیجه از دست رفتن فرصتها و امتیازهای احتمالی است. وی باند خامنه ای را به غلط کردم گویی از اشغال سفارت انگلیس در تهران فراخواند و گفت: اگر بنابر عذرخواهی جک استرا باشد، اشغالگران سفارت این کشور در تهران نیز باید عذرخواهی کنند. اعتدال در چنین شرایطی به این معناست که با عقل و تدبیر رفتار شود.